بسم الله الرحمن الرحيم. У нас сегодня приглашены записано выступающих очень много, но, наверное, выступления будут краткие. Поэтому следующее слово дадим Ходжа Сухравджону Уламое Дини Нафия. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أبو ذر رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ذكر لنا فيه علما چیز نماند مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان کردن. یعنی در عالم چیزی نیست که شریعت اسلام از آن بی خبر نباشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم چشده که امام بخاری و مسلم در صحیحین از عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه آمده است که خبر دادند که اگر کسلی و با به یک شهر در آید، یعنی یک شهر اهل یک شهر و کسلی و با اگر بمقاب شدند، اهل همون شهر رسول الله نصیحت دارن که از همون شهر ندر آیم و دیگرها را نصیحت دارن که به همون شهر ندر آیم تا اینکه کسلی بابا به تمام عالم فهم شد. شریعت اسلام البته این کسلی را هم بعدی وقت شویش و هم پیش از وقت شویش این را به عهده گرفته است که محبت برای مردم بیان کرده است. وقتی که به این کسلی کسی گرفتار می شود علاج چیست و پیش از آن که گریفتار شود علاج چیست؟ شریعت اسلام مردم را به آداب اخلاق حمیده دعوت میکند از همون سن خردسالی که بر ذمه پدر و مادر واجب گردانید که برای فرزندانش تربیه های صالح تا تربیه های نیک تربیه های حمیده دهد که یک روز عاقبتش پسرش را یا دخترش را در جایگاه ها به این خلکسلی ها گرفتنش امیدوار نشود. بنابراین شریعت اسلام برای ما شما تعلیم های ابدی، تعلیم های عالی را تعلیم داد که حقیقت اگر کسی که موافق شریعت اسلام در همه گفتگوزار و عمل های خود اگر معامله کند و عمل کند انشاءالله دود دنیا آخرت و آباد می شود. قرآن کریم برای ما شما هر یک کاری که فایده دارد برای عمل کردن آن آمده است و هر یک کاری که برای فرزندان انسان ضرر دارد الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آن کارها را منع کرده است که بندگان او که با آن کارها نزدیکی نکنید. عجایب در چهره که در صحیح بخاری آمده است وقتی که کافران به دین اسلام در آمدند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بشرطی که با الله تعالی کسی را شریک نمی آورید، دزدی نمی کنید، زنا نمی کنید، یکچند عملهای زشت را وقتی که ذکر کردند زن ابو سفیان هید بنت عتبه رضی الله عنها سوال کرد که و هل تزنی الحره یا رسول الله و شخصی آزاد نیز زنا میکند یا رسول الله تسوال الله. برای آنکه این عملهای زشت عملهایی که بی آدابی است و بی اخلاقی است این فقط از زمان غلامها اجرا میشد. زمان زمان غلامداری که بود شخصهای آزاد شخصهای با وجدان و با آبرو از آنها عملهای بد اجرا نمیشد. برای آنکه آنها که شخصانی با عقل هستند میدانند هر یک کاری که به فایده آنها است یا هر یک کاری که به ضرر آنها است. بنابراین شریعت اسلام ما و شما را ترغیب کرد و بر وقت آمده شدن برای پیشگیری این خلکسلی ها تا اینکه انسان جوان دختر جوان یا پسر جوان به این خلکسلی های بی اخلاقی گرفتار نشود شریعت اسلام پدر و مادر امر میکند که بر وقتتر به خاندان کردن توصیه میکند. در آخر سخن الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یک ما شما را برای راست هدایت کند و الله تعالی جامعه ما را جامعه که از این افلاسی ها و از این کسلی ها پاک گردانده این بلاها را از سر ما دارد. سبحان ربی را بزرگ عزت و سلام 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 و س